استیو یکی از بی‌نظیرترین و بدنامترین چهره‌ها در تمام ماینکرافته. اما اون از کجا اومده و اینکه چطور استیو به اون چیزی تبدیل شد که امروز اون رو میشناسیم؟ چه پیشینه‌ای داره؟ امروز همه رو براتون توضیح میدم. پس با من همراه باشید. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تی وی هستم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله بزنید. حالا بریم سراغ ویدیو. خب درست مثل جایی که هر نوزادی از اونجا میاد، استیو به عنوان یه نوزاد کوچیک بعد از مدت‌ها قبل از خوردن مقداری گندم توسط والدینش وارد زندگی شد. اما دنیای ماینکرافت که اون وارد اون شد برخلاف دنیای متروک و خالی که امروز خودمون در اون میبینیم بود. همه انواع مختلف مردم مثل بازرگانان، کاشفانی که تمدن‌های غول‌پیکر رو ساختن و همچنین تمام ساختارهای پراکنده در سراسر جهان که امروز می‌بینیم وجود داشت. جامعه مثل این مکان خیلی خوبی برای استیو برای رشد به نظر می‌رسه. به جز این واقعیت که جنایات جنگی کلاس 5 هر روز اتفاق می‌افتادن. دنیایی که استیو در اون زندگی می‌کرد در حالت صلح‌آمیز نبود و ملت‌های مختلف دائما برای سرزمین و قدرت بیشتر با همدیگه می‌جنگیدن. یک روز یکی از رهبران کشورها تصمیم گرفت کارهای غیرقابل تصور انجام بده و سلاحی به نام پورتال اند بسازه. اونا این پورتال رو به این طریق ایجاد کردن تا اژدهای اندر رو به جهان بیارن و از اون به عنوان یک سلاح استفاده کنن. اما اژدها در نهایت خیلی قدرتمندتر از اون چیزی بود که اونا پیش بینی می‌کردن و خیلی فراتر از کنترل بود، چون شروع به رفتن از کشوری به کشور دیگه کرد و هر چیزی و هر کسی رو که در مسیرش قرار می‌گرفت نابود کرد. و اینجاست که داستان استیو عزیزم خیلی جالب‌تر میشه. استیو که از پنجره اتاق خوابش بیرون رو میدید میتونست اژدهای غول‌پیکر رو ببینه که دهکده‌اش رو خراب میکنه و به سرعت محل رو از بین میبره، جایی که خونه نامیده میشه. ساکت موند و دور از چشماش پنهان شد و منتظر بازگشت پدر و مادرش شد. خب به نظر میرسه والدینش دیگه بر نمیگردن و ترکش کردن. در شرایط اشباع و سلامت کم، استیو کودک سعی کرد به دنبال راه فراری از همه انفجارها و شعله‌های آتشی باشه که خونه اون رو می‌سوزونه. اما درست زمانی که در ورودی رو برای فرار باز کرد، اژدها سر و صدا رو شنید و مستقیم به سمت آخرین خونه باقی مونده پرواز کرد و تمام خونه رو با استیو زورمون خراب کرد. تمام دهکده که زمانی پر از زندگی بود الان کاملا ویران شده بود. استیو 4 روز کامل زیر آوارگی کرده بود. هنوز زنده بود اما هیچ امید یا کمکی در چشم نبود، تا اینکه بالاخره گروهی از اهالی روستای خارجی رفتن تا شهر ویران شده را غارت کنند. استیو بچه از میان آوار بلند شد و اطراف نگاه کرد تا شهر قدیمی اون را حداقل اون چه از اون باقی مونده بود رو ببینه. همه رفته بودند، همه ساختمان‌ها فرو ریخته بودند. در واقع استیو آخرین نفر در نوع خود بود. برای بعضیا این شروع آرک شرور اونا بود، اما برای استیو اون قرار بود به یک قهرمان تبدیل شه و از اژدهایی که همه چیزو گرفته بود انتقام بگیره. استیو هر اون چیزی که باقی مونده بود با اونا جمع کرد و همراه با ویلجرها به خونه اونا برگشتن که به گفته اونا هنوز سالمه. بعد از مدت پیاده روی بالاخره به روستا رسیدن. تمام راه در بیابونی بود که استیو هرگز به اون نرفته بود و از وجود اون خبر نداشت، اما در کل دنج بود و استیو خود رو در یک مکان خوب در دهکده پیدا کرد و هر حرفه متفاوتی رو از هر روستای آموخت، مثل کشاورزی و ماهیگیری. سالها گذشت و اون تا سالهای نوجوانیش به تمرین ادامه داد، جایی که در اون مرحله اون نسبت به روستاهایی که در ابتدا به اون آموزش میدادن خیلی قد بلند و در هر حرفه بهتر بود. اون مطمئنا جاه طلب بود و حتی خودش رو در جنگ آموزش داده بود، که برای ویلجرها عجیب بود چون اونا هرگز نیازی به استفاده از شمشیر یا کمان نداشتن، چون اونا در چنین منطقه خلوت محافظت شده توسط آیرون گولم ها زندگی میکردن. با این حال همه چیز آروم پیش میرفت تا اینکه یک روز استیو و اهالی روستا صدای بوق ناشناخته ای رو از دور شنیدن. مطمئن نبودن از کجا آمده. استیو از تپه بالا رفت و فکر میکرد که این یه نوع شوخیه، اما خدای من اینا تعداد زیادی پریجر هستن. استیو به دهکده برگشت و همه رو فریاد زد که داخل شن. این روستاییان تنها خانواده اون شدن و اون باید به هر قیمتی از اونا محافظت میکنه. غارتگرا به سرعت وارد دهکده شدند. اسلحه ها علیه آیرون گولم ها که در حال مبارزه بودند آتش می‌زدند، اما از بیرون به نظر می‌رسید که تعداد گالم ها بیشتره. هنگامی که پیلجرا شروع به حمله به روستایان در خونه خود کردند، استیو شجاعت خود رو به دست آورد تا به جنگ بره و هر وندیکیتر و رویجر رو که به سمت اون میومد رو از بین ببره.
پیلیجرها نمیتونستن باور کنن. اونا انتظار این مبارزه آسون رو داشتن، اما این نوجوان آبی پوش بزرگترین مبارزی بود که تا به حال دیده بودن. با نگاهی به مرکز دهکده، استیو یکی از روستاییان رو دید که مورد حمله یک اووکر قرار گرفت. اما این یه روستایی معمولی نبود. این هنگ روستایی بود که سالها پیش اون رو از مرگ نجات داده بود و نزدیکترین چیزی بود که استیو داشت. بنابراین اون به سرعت برای نجات اون دوید و هر پیلیجر رو که در مسیرش بود و در نهایت آخرین اووکر رو از پای درآورد. اما وقتی به پایین نگاه کرد تا هنگ رو ببینه، متوجه شد که دیگه خیلی دیر شده. هنگ مرده بود. تمام روسا به هم ریخته بود و بقیه رفته بودن. برای دومین بار در زندگیش، استیو در دنیای عظیم و خطرناکی که به اون آورده شده بود تنها بود. این به اون معنا بود که فقط یک کار باقی مونده بود که باید از همه چیزهایی که از دهکده یاد گرفته بود استفاده کنه تا در نهایت از اژدهایی که باعث همه اینا شده بود انتقام بگیره. اول اون باید برای نبرد آماده می‌شد. بنابراین استیو با رفتن به معادن شروع کرد تا اونجا که میتونست آهن و الماس جمع‌آوری کرد و سپس اونا به سلاح و زره تبدیل شدن. بعد از به دست آوردن منابع فراوان، خانه‌ای با ظاهر مستحکم ساخت، شبیه به خونه‌های روستا، با یک مزرعه گاو در پشت، تختی در کنار تیبل کرافت و الان خونه بود. قدم بعدی استیو برای رسیدن به اجدای اندر این بود که ردپای اجدادش رو دنبال کنه و برای رسیدن به ندر بجنگه. ابتدا اون باید یکی از پورتال‌های ندر رو که اژدها نابود کرده بود پیدا می‌کرد و از ابزار فعالسازی باقی مونده برای ورود به ندر استفاده می‌کرد. قدم بعدی یافتن یک قله و گرفتن میل‌ها از بلیزهایی بود که سازندگان در حال فارم بودند. در نهایت سعی کرد مرواریدهای این رو از معاملات پیکرین تهیه کنه. بعد از سالها کار، استیو الان بالغ شده بود و تمام منابع مورد نیازش رو داشت. بنابراین اون به خونه برگشت تا آخرین باری باشه که در اونجا میخوابه. موقعی که استیو از پورتال برمیگشت، در جنگل تاریک بلوط بود که صدای بلندی از داخل جنگل شنید. انفجار کریپر. اما این اون نبود که اون رو تحریک کرد. استیو از اونجایی که خیلی یواشکی و مراقب بود، رفت تا سر و صدا رو بررسی کنه و موقعی که نزدیک شد، چیزی رو دید که شبیه مابی بود که تا به حال ندیده بود. وقتی به سمت اون چرخید، در واقع زن بود. سلام، اسم من الکسه. استیو چشماش رو باور نمیکرد. خیلی وقت بود کسی از هم نوعی خودش رو ندیده بود، مخصوصا یه زن. الکس به اون گفت که اون تنهاست. بنابراین استیو اون رو به خونش برگردوند و مثل جنتلمن واقعی اون رو به حالت قلب کامل و سچوریشن رسوند. بعد از اون اونا برای مدت طولانی با یکدیگر آشنا شدن و استیو نقشه خودش رو برای انتقام گرفتن از اژدها و نحوه رفتن اون برای مبارزه با اون فردا صبح مطرح کرد. الکس داستان غم‌انگیزی مشابه استیو داشت. بنابراین اون تونست اون رو متقاعد کنه که اجازه بده اون رو همراهی کنه و به نبرد بپیونده. اون شب استیو تختش رو درست در کنار تخت الکس گذاشت و بچه‌ها فکر می‌کنم همه ما می‌دونیم که بعداً چه اتفاق می‌افته. هر دوی اونا 8 ساعت خواب کاملا سالم داشتن. صبح روز بعد اونا بیرون رفتن و چشمان اندر رو پرتاب کردن و به دنبال جای فرود آمادنش بودن و بعد از سفر در چندین مناظر مختلف سرانجام اونا رو کندن و به استرنخورد رسیدن. به محض ورود استیو چیز عجیبی در مورد ساختار احساس کرد. این آخرین مکانی بود که مردمون قبل از نابودی کامل بودن و میدونستن که دهها پیش زمانی که ساخته شد خیلی متفاوت به نظر می‌رسید. موقعی که اون دو در استرنخورد رو جستجو می‌کردن به چیزهای مختلفی برخوردن، مثل چند صندوق با لوت مناسب در داخل و کتاب‌هایی که حاوی کتاب‌ها و خاطرات نوشته شده توسط سازندگان سازنده استرانکول بودن. اما استیو و الکس خوندن رو بلد نبودن. بنابراین ادامه دادن و در ساختمان ادامه دادن و بعد از برخورد این زن و مرد با تعدادی از ماب‌های مهاجم در نهایت به اتاق پورتال رسیدن. استیو و الکس به سمت قاب‌های پورتال رفتن و اونا رو با آیز آف اندر پر کردن تا دروازه‌ای رو به سمت اند باز کنن. قرار بود با سر اژدها به خونه برن یا در تلاش بمیرن. اونا آماده شدن، برای آخرین بار به همدیگه نگاه کردن و به ناشناخته آپریدن. به محض اینکه اونا وارد اند شدن، اژدها بلافاصله متوجه اونا شد. متعجب و در این حال مطمئن بود که میتونه اونا رو مثل سایر افرادشون از بین ببره. الکس و استیو به سرعت تونستن کریستال‌های اند رو از بین ببرن، در حالی که با شمشیرها و سلاح‌های دوربرد خود به اژدها آسیب زیادی وارد کردن. این به راحتی شدیدترین نبردی بود که تا به حال به انجام داده بودن و اونا میتونستن ببینن چطور این جانور تمام تمدن اونا رو به سمت انقراض سوق داد. با این حال اونا به مبارزه ادامه دادن و بعد از چند تماس نزدیک برای استراحت و بهبودی به سمت بلندی بالای یک ستون آبسیدیان رفتن. اما بعد از تمرکز روی اژدها برای مدت طولانی، اونا به کلی اندرمن رو فراموش کرده بودن. در اون لحظه تمام دنیای استیو در اطراف اون یخ زد. اتفاقات زیادی در یک لحظه رخ داد، اما اون باید همین الان اقدام میکرد یا الکس میمرد. بدون اینکه بیشتر فکر کنه از ستون پرید و با الکس به زمین افتاد و سپس برای نجات اون بلاکی از کنار قرار داد. استیو همچنان در حال سقوط با سرعت چم دستانی کمان پولادی خود رو درآورد. برای آخرین بار به اژدها خیره شد و آخرین ضربه را زد.
این یه ضربه مستقیم بود و استیو به کاری که انجام داده بود لبخند زد، در حالی که با آرومی شروع به آسیب دیدن از فضای خالی کرد و سپس تاری شد. استیو از اینکه خودش رو هنوز در جای دید شگفت زده شده بود. اون احساس نمی‌کرد زنده است یا مرده، اما اون اونجا در مقابل دو خدا بود، خدایی که در هنگام شکست دادن بازی با یکدیگر صحبت می‌کنند. استیو به سمت پورتال خروجی درخشان رفت و به خونه برگشت. روی تختش با الکس انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اون پا به بیرون گذاشت تا طبیعت و زندگی اطرافش رو ببینه. تعجب میکنم که اون در مرحله بعد چی کار میکنه. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست دادن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله بزنید. تا ویدیوهای بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.